منیره یوسف زاده معاون وزارت دفاع ملی و پرچم سیرنگ کشور به احترامی کرده است. این اتفاق زمانی میفتد که افغانستان به تازگی روزی را به نام روز پرچم ملی نامگذاری کرده است. آیا منیره به عنوان معاون وزارت دفاع که مدافع و پاسدار پرچم کشور است نمیداند یا پرچم ارزش ندارد؟ آیا منیره به سرنوشت حمید خراسانی گرفتار خواهد شد یا خیر؟ پس برای جزئیات ما را همراهی کنید، اما قبل از آن کانال بوداپرست را سابسکرایب کنید. در هفته نامگذاری و برگزاری روزی به نام روز پرچم ملی کشور، منیره یوسفزاده معاون وزارت دفاع افغانستان که پاسدار و مدافع پرچم سه رنگ است، با بی‌شرمی تمام به پرچم افغانستان به احترامی کرده است. ایشان لطف کرده پرچم کشور را زیر باسنشان گذاشته است و خود بالای آن با ناز و نزاکت نظاره‌گر برنامه است. حکومت افغانستان یک روز را به عنوان روز پرچم ملی افغانستان نام گذاشته و در سراسر کشور مردم با شور و هیجانی تمام این روز را جشن گرفتن و پرچم را بر شانه هایشان به اهتزاز درآوردند. زمانی که وزارت دفاع به عنوان پاسدار و نگهدار حرمت پرچم سه رنگ، پس چطور معاون وزارت دفاع به پرچم کشور به احترامی می کند؟ این در حالی است که چند قبل حمید خراسانی نیز با به احترامی به پرچم کشور از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان فرستاده شد. سوال اینجاست، زمانی که پاسداران پرچم سه رنگ افغانستان برای پرچم ارزش قائل نباشد، پس از مردم عادی چه انتظار باید داشت؟ آیا منیره یوسفزاده محاکمه خواهد شد یا نه با گل رخ این دختر لشم ارزش ندارد تا او را ناراحت بسازد؟ زمانی که آدم های بدون ظرفیت و شایستگی و دانستن ارزش های ملی و اسلامی به جایگاه بلند میرسند، عاقبتش چنین است. متاسفانه ایشان معاون وزارت دفاع هستند، اما نمیدانند که در پرچم کشور کلمه شریف یعنی نخستین بنای اسلام نوشته شده و نباید با آن چنین به احترامی صورت بگیرد. منیره یوسفزاده از فعالان جامعه مدنی افغانستان بود. خانم منیره یوسفزاده 33 سال است و نخستین زنی است که به عنوان معاونت وزارت دفاع کشور گماشته شده است. خانم یوسفزاده که در رشته علوم سیاسی و اقتصاد تا مقطع لیسانس تحصیل کرده، پس از این به عنوان سخنگوی اداره ارگانهای محلی، معاون والی کابل، سپس به عنوان رئیس برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی دفتر ریاست جمهوری کار کرده است. ایشان فعلا به عنوان معاون وزارت دفاع در امور تعلیمات پرسنل کار می‌کند.